میازی هستند در دوشنبه 12 مرداد ماه برابر با 3 اوت 2015 نگاهی داریم به موقعیت ساواک در انقلاب 57 با محورهای امنیت، ضد جاسوسی و ترور. در مورد فعالیت اداره 8 ساواک در دولت موقت پس از انقلاب 57 و همکاری اعضای ساواک با کمیته های انقلاب روایت های گوناگونی وجود دارد. در کتاب صخره سخت که به بررسی پرونده های امنیتی در فاصله سالهای 57 تا 59 پرداخته، در مورد این همکاری ها آمده فعالیت های ضد جاسوسی ساواک در اداره 8 متمرکز بود، جایی که سرتیپ منوچهر هاشمی به مدت 15 سال ریاست آن را بر عهده داشت. و در بخش دیگری از این کتاب آمده سپهبد ناصر مقدم تا پیش از دستگیری و اعدام افرادی را از ساواک به دولت موقت معرفی کرد و آنها در دولت موقت مشغول به کار شدند و اعضای اداره 8 هم از جمله این افراد بودند که به نخست وزیری رفتند و اداره ضد جاسوسی را دوباره برپا کردند. به نوشته محمد حسن روزی طلب، دولت موقت امور مربوط به ساواک را که از این پس سازمان اسناد نامیده میشد، ابتدا به ابراهیم یزدی معاون نخست وزیر در امور انقلاب و هاشم سباقیان معاون نخست وزیر در امور انتقال قدرت سپرده بود. همچنین با حکم مهدی بازرگان، عبدالعلی بازرگان فرزند نخست وزیر دولت موقت تشکیلات باقی مانده از ساواک را اداره میکرد. عبدالعلی بازرگان در یک مصاحبه درباره ادامه فعالیت اداره 8 یا همان ضد جاسوسی ساواک در دولت موقت میگوید اداره 8 فعالیت‌های گسترده‌ای برای نظارت بر فعالیت‌های شوروی در ایران داشت، بنابراین عجیب نیست که یکی از مهمترین دستاوردهایشان در نخستین روزهای پس از انقلاب کشف ماجرای محمد رضا سعادتی، عضو ارشد سازمان مجاهدین خلق و ارتباط او با طرف‌های روس بود. در حالی که دولت موقت پس از انقلاب 57 به ضرورت تشکیل ساواک و تأسیس سازمان امنیتی جدیدی پی برده بودند، ولی همزمان از قول ابراهیم یزدی نقل شده که به برخی از رهبران بلندپایه ساواک گفته بود از کشور خارج شوید چون قادر به تأمین امنیت شما نیستیم. و در همین روزها نیز سپهبد مقدم رئیس وقت ساواک که به عنوان واسطه جبهه ملی و شاه نیز از او یاد می‌شود، به رغم دریافت حکمی از سوی مهدی بازرگان که به فرمان آیت الله خمینی به عنوان هماهنگ کننده تمام دستگاه‌های اطلاعاتی کشور صادر شده بود، در 23 بهمن ماه دستگیر و چند روز بعد تیرباران می‌شود. به گفته صادق خلخالی حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب، سپهبد مقدم را در حالی اعدام کردیم که حکم آقای بازرگان را در جیب داشت. در بخشی از کتاب خاطرات سرتیپ منوچهر هاشمی رئیس اداره 8 ساواک نیز با عنوان داوری آمده که اشتباه ساواک و شاه در این بود که دشمن اصلی را نیروهای چپ می‌دانستند و برای منزوی کردن آنان به نیروهای مذهبی اجازه رشد دادند. او در ادامه می‌نویسد اگرچه تعدادی از افراطیون این حرکت مذهبی در بعد از وقایع مرداد سال 1332 به مجازات‌های سنگین رسیدند، ولی عدم قاطعیت کافی در قلع و قمع آنها و بالاتر از آن اهمیت ندادن به فعالیت‌های زیرزمینی و پشت پرده این گروه که ظاهراً برای محدود کردن حرکت‌های چپ ندیده گرفته می‌شد، در به وجود آمدن حوادث وحشتبار سال‌های بعد، یعنی حادثه خرداد 42 و سپس باقی بهمن 57 نقش عمده‌ای داشت. به نوشته سرتیپ هاشمی، اصولاً به نظر من که نظر بسیاری از افراد آگاه هم در مورد پیچیدگی و کیفیت بافت اجتماعی و ساختار سیاسی ایران است، بازی دستگاه با جناح روحانیت اشتباه بود. به نظر شما فعالیت اداره ضد جاسوسی برای دولت‌ها از چه اهمیتی برخوردار است و چرا به گفته سعید حجاریان بستر تشکیل وزارت اطلاع در بعد از انقلاب 57 بین جناح‌های مختلف قدرت از جمله سپاه پاسداران اختلاف نظر بود؟ به نظر شما پشت پرده ترورهای بعد از انقلاب نظیر ترور آیت الله بهشتی، مطهری و تیمسار قرنی و همچنین مرگ آیت الله طالقانی چه افراد و جریان‌هایی بودند؟ این موضوعات امشب با کارشناسان میهمان افق مطرح خواهیم کرد، ولی قبل از آن طبق روال این برنامه از شما پرسیدیم آیا برای تأمین امنیت و حفظ تمامیت ارضی یک کشور فعالیت اداره ضد جاسوسی ضروری است؟ حدود 88% پاسخ آری به این پرسش دادید و حدود 12% پاسخ خیر به این پرسش. و مایلم از شما دعوت کنم که لطفاً به روال همیشه به فیسبوک افق مراجعه کنید و ما رو در نظرسنجی هم کنید و همچنین از طریق گوگل پلاس و توییتر هم با ما در تماس باشید و برای دریافت فایل صوتی برنامه میتونید به ما ایمیل بفرستید. و ما بیننده برنامه زنده افق از صدای آمریکا هستید. میهمانهای امشب افق مرتضی موسوی، رئیس اداره 3 عملیات در اداره کل ضد جاسوسی ساواک و رئیس نمایندگی ساواک در عراق و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و مسئول بخش مستقل عملیات شوروی، و عرفان غنیفت محقق تاریخ معاصر و پژوهشگر میهمان در دانشگاه لندن با ما هستند.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای موسوی، از موقعیت ساواک در روزهای انقلاب 57 برای ما بگید. با اعلام انحلال ساواک چه شرایطی برای اعضای ساواک و به وجود اومد و اینکه چگونه با دولت موقت شروع به رابطه کردید و چه بسا همکاری، البته شما دوست ندارید لفظ همکاری به کار برده بشه، در شرایطی که به هر حال بسیاری از افراد ارتش و رهبران ساواک اعدام می‌شدند؟ با درود به همه هموطنان عزیزم در سرتاسر جهان، باید من به روان پاک تمام شهدایی که در ماجرای 57 کشته شدن و تیربارون شدن و نامردانه باشون رفتار شد به روح همه اینا درود بفرستم. و من این برنامه خودم رو به این کشته شدگان روزهای اول انقلاب و بعد تقدیم میکنم. من یکی از کارمندان قدیمی ضد جاسوسی هستم و مدت 10 سال رئیس بخش مستقل عملیات شوروی در ضد جاسوسی بودم. ولی در روزهای بحران که پیش اومد، در اون موقع تیمسار سپهبد مقدم قرار نبود رئیس ساواک بشه. رئیس ساواک قرار بود که تیمسار علی معتضد، سرلشکر علی معتضد که قائم مقام ساواک بود، قائم مقام تیمسار نصیری بود، به جای ایشون بشینن. ولی با مداخله سالیوان سفیر آمریکا و خواسته ایشون از اعلیحضرت، این شد که ایشون مقدم رو معرفی کرد. باید به عرض برسونم که مقدم قبل از شدن رئیس ساواک در اردیبهشت ماه سال 57 سفری داشت به آمریکا به دعوت جنرال تای، همردیف خودش، در چون ایشون رئیس اداره دوم ستاد بزرگ ارتشداران بودن قبل از رئیس ساواکی، و همردیف خودشون در ارتش آمریکا که اطلاعات آمریکا زیر نظرش بود به آمریکا آمد و دیداری با ایشون و با همینطور با رئیس CIA داشت در اون زمان. و گویا همراهی و همکاری هایی با اینها پیوند بسته بود که وقتی برگشت ایران، در واقع مقدم ساواک رو به حالت نیمه تعطیل در آورد و تمام رؤسای ساواک های شهر استان ها رو که سالها در با مردم اون منطقه آشنا بودن همه رو عوض کرد. و همینطور مدیر کلای رو، مثل مدیر کل اداره هشتم، مدیر کل اداره دوم که اداره عملیاتی بودن، و مدیر کل اداره سوم آقای پرویز ثابتی رو عوض کرد. منتها ایشون در واقع با یک نوع همکاری با آقای بازرگان و گروه بازرگان داشت. و من اینجا در اوایل ورودم به واشنگتن در سال 1982 به وجود یعنی عمل شد، در برخوردی با خانم تیمسار سپهبد نصیری دیدم که ایشون گفت چرا همچین شد. گفتم خب شد دیگه. گفت نه، مقدم به ما گفتش که من شما و بچه ها رو میفرستم آمریکا، برید اونجا، برو پیش بچه ها باش و به زودی شما رو میخوان و زیر پاتون فرش قرمز میدازن. یعنی مشخص بود که امیدوار بود که پست مهمی داشته باشه. از طرف دیگه روز 23 همونطور که شما فرمودید 23 بهمن ایشون در مقابل سفارت آمریکا دستگیر شد. دلیل دستگیر شدن ایشون این بود که ایشون چون حکم آقای بازرگان رو در جیب داشتند و حکم بازرگان هم به این شرط بود که، یعنی به این صورت بود، چون یکی از دوستان مرحوم من، مرحوم زنده‌یاد تیمسار دانشور که رئیس تشریفات ارتش بود در اون زمان، یعنی زیر دست اداره دوم کار میکرد، ایشون رو خواسته بود تو همون خونه ای که مال مادر خانم ایشون بود در مقابل سفارت آمریکا، و به ایشون گفته بود که شما رو من انتخاب کردم برای اداره دوم ستاد بزرگ و سرلشکر قاجار رو انتخاب کردم برای اداره جدید اطلاعات و ضد اطلاعات جدید، چون میدونید که ساواک در روز 21 بهمن تشریفات انحلالش از مجلسین شورای ملی و سنا گذشت و بدبختانه
تشکیل ساواک به دست یک بختیار بود، سپه بود بختیار، و انحلال ساواک هم به دست آقای دکتر شاپور بختیار انجام گرفت. در حالی که در مواقع حساس اون روز نباید ساواک رو منحل میکردن، بلکه ساواک رو باید تقویت میکردن. چون امنیت چگونه به اون رابطه آغاز شد؟ اون حالا به هر حال ما دولت موقت، تشکیل دولت موقت رو داریم و فعالیت کمیته های انقلاب، چگونه شما در اون شرایطی که داشتن همه ترور میشدن شما تونستین رابطه برقرار کنید؟ من روز 22 بهمن که این حادثه پیش اومد پشت میز اداره هم نشسته بودم و کارمندای دیگر هم پشت میزاشون بودن. ساعت 12 ظهر از دفتر تیمسار مقدم به ما اطلاع دادن که کارمندان خودتون رو مرخص کنید، دو ساعت زودتر، شروع معمولا ساعت 2 تعطیل میشد ساواک، دو ساعت زودتر تعطیل بکنید، اینها برن منازلشون. از ساعت 4 فرماندار نظامی اعلام میشه و در حدود 1500 نفر از سرگردانندگان این شورش همه رو دستگیر خواهیم کرد و از فرداش اعلام میکنیم که بیاین سر کار. به همین دلیل در واقع ما با یه امیدی رفتیم در منزل نشستیم که شورشیان همه دستگیر خواهند شد، ولی بعد دیدیم که مطلب چیز دیگه پیش اومد و ما همه غافلگیر شدیم. بعد تمام سران ساواک و همینطور ارتش رو دیدیم که چجوری جلوی تلویزیون زنده نشون میدادن و کشته میشدن. ما البته در منازل با فامیلامون به اصطلاح پنهان شده بودیم، ولی در رابطه نزدیک همه سران ضد جاسوسی با هم در رابطه نزدیک بودیم. اتفاقا در اون روزها من به علت هیجان و ناراحتی گرفتگی به اصطلاح رگ پیش اومد برام و پام ورم کرد بزرگ و منو برادرم در یه بیمارستان به عنوان یه بازاری بستری کرد و من اونجا تماس داشتم با چند نفر از سران به اصطلاح ضد جاسوسی. بهشون خواهش کردم که بیان دیدن من اونجا، با جلسه بکنیم در اتاق بیمارستان. ما جلسه کردیم و در اون جلسه تصمیم گرفتیم به یه نحوی با دولت موقت در تماس قرار بگیریم، چون تشخیص دادیم که اگر آمریکا دستش تو کاره و انگلیس دستش تو کاره، بنابراین اینها چون در مقابل شوروی میخوان استادگی بکنن، بنابراین نیاز به ضد جاسوسی دارن. و قبلا هم بهتون عرضتون برسونم که یک ماه قبل از این ماجرای 22 بهمن تیمسار مقدم خواهش کرده بود، خواسته بود، دستور داده بود که ما سازمان جدید رو من و یک مشاور ضد جاسوسی و رئیس بخش دکترین ضد جاسوسی نشستیم، سازمان جدید رو نوشتیم که این سازمان جدید بر اساس ضد جاسوسی بود و اداره دوم که اطلاعات مثبت نامیده میشد و قسمتی از کادرهای پشتیبانی. ما این سازمان رو نوشتیم به این امید که ساواک که روز 22 بهمن منحل شد، جاش تشکیلات جدیدی، منتها امنیت داخلی جدا میشد ازش و امنیت داخلی میرفت تو شکم وزارت کشور. و اتفاقا در اون روزهای بحرانی بعد از ماجرای 22 بهمن، یه روز یکی از همکاران من نزد من آمد و گفتش که آقای هاشمی رفسنجانی شده معاون وزیر کشور و منو خواسته، چون میدونست من در ساواک خدمت میکنم، فامیل هستیم، منو خواسته، گفته که چه کسی رو شما پیشنهاد میکنید که ما رئیس تشکیلات امنیتی در وزارت کشور بذاریم. یعنی اونها در جریان طرح بودن و ایشون منو پیشنهاد کرده بود. من گفتم من مطلقا نمیام با همچین کسی بشینم و مذاکره کنم برای پست آینده، بنابراین رد کردم. او میگفت این آدم مهمیه، گفتم باشه، هر چی میخواد باشه، من نمیام ملاقات بکنم. بنابراین موند و چند سبایی از این ماجرا گذشت و من پام که یک کمی بهتر شده بود در منزل یکی از فامیلام که نزدیک به درمانگاه بود، چون هر روز باید میرفتم این به اصطلاح آزمایش میکردن و گزارش میکردن به بیمارستان، این بود که اونجا اومدن من رو دستگیر کردن. یعنی کمیته ماشاءالله قصاب که در سفارت آمریکا بود آمد و من رو دستگیر کرد و ماجرای اون برنامه به اصطلاح نزدیکی من از طریق گروهی بود که به عنوان کمیته مرکزی انقلاب در ساختمان خود به اصطلاح ساواک که در شمال قسمت دیواری شمال ساواک یک چند تا ساختمان تازه ساخت. شما مجبور به همکاری کردن؟ نه، من خودم داوطلبانه بهشون دستگیر شدم. من دستگیر شدم، منتها ما چون با دولت در تماس بودیم و دولت میگفت آقا ضد جاسوسی رو ما لازم داریم،
و میخوایم ولی منتها فعلا چند روزی پنهان باشید کارمندا تا ما بتونیم با شورای انقلاب مسئله را حل بکنیم بعد بیاین سر کار. دولت به ما اینو داده بود، منتها ما خواسته بودیم که، یعنی بازم خواسته من بود با دوستان عزیزمون که صحبت کردیم، گفتیم شما که حالا که به اصطلاح میخواهید ما بیایم سر کار، حداقل از این به پس هر چی از اعضای ضد جاسوسی رو میگیرید اینها رو دیگه به زندان ها نبرید، چون اینا آماده بشن بیان برای همکاری با شما. به همین دلیل خود من مشمول اون برنامه شدم، یعنی وقتی دستگیر کردن و فهمیدن من مال ضد جاسوسی هستم به کمیته دستور دادن که دولت چون اینا رو میخواد بنابراین شما آزاد بکنید، فعلا تحت کنترل شما باشن تا بهتون خبر بدیم که تشکیل بشه. و به همین دلیل من در سفارت آمریکا دستگیر شدم، روزا میرفتم خودمو معرفی میکردم در یه دفتری که جلوی در بود و سفارت آمریکا در واقع همه مراجعین به وسیله سرهنگ کرنل هولند که وابسته نظامی بود و ماشاءالله به اصطلاح کاشانی خواه که رئیس کمیته اونجا بود انجام گرفت. دلیل اینکه کمیته سفارت آمریکا وجود اومد این بود که روز دوم به اصطلاح شورش 27، یعنی روز 23، گروه های چریکای فدای خلق حمله کردن و سفیر و کارکنان رو اونجا گروگان گرفتن و دولت که در واقع خودش با آمریکایی‌ها در تماس بود از این موضوع خیلی ناراحت شد، هر چی به این ور اون ور به اصطلاح مراجعه کرد، ارتش که به اصطلاح از بین رفته بود، یعنی هیچ کس سر کار نبود، ساواک که نبود، شهربانی همینطور همه فرار کرده بودن، بنابراین مراجعه کرد به این کمیته مرکزی به اصطلاح کمیته انقلاب و به این از اینا خواهش کرد که بیایید و به ما کمک کنید و برید این سفیر رو اینا رو از دست اینا نجات بدید. بنابراین تنها گروهی که اینا پیدا کردن تعدادی از لاتلوتای جنوب شهر بودن که حدود 40-50 تا از اعضای جنوب شهر زیر نظر ماشاءالله قصاب معروف به ماشاءالله کاشانی خواه اینها این کمیته داشتن برای خودشون و در ضمن تعدادی از اینا در دوره‌های فلسطین رو دیده بودند در بیروت و در سوریه، به همین دلیل از اینا کمک گرفتن که برن سفارت آمریکا رو و سفیر آمریکا رو از دست اینا نجات بدن و رفتن و اینا نجات دادن و به اینا جای اونا نشستن برای حفاظت به اصطلاح سفیر و دیگران که در اون زمان اومدن بندر دستگیر کردن و بردن. حالا شما به دخالت آمریکا اشاره کردید آقای قانیفت، در دی ماه 57 قبل از فرار شاه روزنامه واشنگتن پست مجادله میان مقام‌های کنگره آمریکا و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA رو چاپ کرده با این مضمون که ساواک اطلاعات نادرستی رو در اختیار CIA قرار میداده و ساواک به CIA اطمینان خاطر میداده که کاملا بر امور مسلطه، هیچ خطری رژیم شاه رو تهدید نمیکنه و مخالفت علما هم چندان حائز اهمیت نیست و به این ترتیبی که به قولی CIA نتونست رئیس جمهور آمریکا رو به طور دقیق از احساسات و عقیده مردم مطلع کنه. شما چه نظری دارید؟ عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و مهمان انجمنتون. این نکته سه تا اشکال داره. اشکال اول بر این هست که در اون ایام جنرال کیو که مأمور CIA بوده در تهران با ابراهیم یزدی، مهدی بازرگان، ناصر میناچی و آیت الله بهشتی مرتبط بوده. یک سندی هم هست که گویی آقای رفسنجانی رو دیده ولی این سند روش هیچ لوگو یا امضایی نیست. نکته دوم که هست اینه که در اون ایام در واقع قبل از به قدرت رسیدن آقای ناصر مقدم، آقای پرویزخان ثابتی رو دعوت میکنن به واشنگتن و ایشون اعلام میکنه که شوروی در واقع این دو گروه رو، یعنی دو گروه سازمان مجاهدین خلق و چریکای فدایی خلق رو در واقع داره تامین میکنه و از اون طرف هم یاسر عرفات بسیاری از این انقلابیون رو در کمپ‌های خودش داره آموزش نظامی میده. حالا خیلی هاشون وابسته به گروه‌های مذهبی بودن مثل نهضت آزادی و غیره و CIA حرف آقای ثابتی رو چندان قبول نمیکنه و معتقدن که هر اتفاقی در ایران میفته شما این رو میدازید گردن شوروی
و در واقع خود CIA جمع‌بندی درست نداشت و در کتاب‌های بعدی که در سال 1988-1991-1999 و حتی یک اشاراتی هم در کتاب خاطرات جنرال پترایس هست، مبنی بر اینه که در واقع CIA نتونست انقلاب ایران رو پیش‌بینی بکنه و شناخت نادرست داشت. بنابراین CIA درباره ایران نتونست که به طور کامل و کافی بتونه اون اطلاعات لازم رو به دست بیاره. حالا شناق قانی فرد ضعف اطلاعاتی CIA بود. در کتاب اسکندر فیروز هم اشاره شده که شاه در مخالفت با ایجاد پایگاه‌های ضد جاسوسی آمریکایی‌ها در منطقه حفاظت شده در شمال ایران گفته به آمریکایی‌ها بگید بساطشون رو جمع کنند و برن. دقیقاً با این جمله آیا در تحقیقاتتون به این رویکرد برخوردید؟ رویکرد شاه نسبت به CIA؟ ببینید، شاه در واقع از نظر امنیتی دوست در ایامی که بعد از جنگ جهانی دوم ما می‌بینیم که در واقع جنگ سرد شروع میشه تا سال 1989 که به صورت نمادین دیوار برلین فروپاشی کرد و 1991 که در واقع کل شوروی اصلا فروپاشید و در واقع میشه گفت که شخصیت و فیگری مثل گورباچف و از یک طرفی که مثل ریگان عامل‌های اساسی بودن برای فروپاشی این داستان. ولی در ایام جنگ سرد خب به هر حال امریکا تلاشش بر این بود که در بعضی از جاهای مختلف سعی بکنه یک نوع پروکسی وار یا جنگ نیابتی رو علیه شوروی داشته باشه، که حالا ماجرای ویتنام رو دوستان میدونن، ماجرای دفاع CIA از مجاهدین در افغانستان رو میدونن، نیازی به بحث در اینجا نیست. و در ایران هم در واقع شاه دوست داشت که این نوع همکاری و هماهنگی رو با CIA داشته باشه، که از سال 1332 اگر امریکا با ایران همکاری نمی داشت و اگر مردم در واقع از شاه دفاع نمی کردن، کشور در دام حزب توده و کمونیست سقوط کرده بود. بنابراین شاه اون نوع همکاری و همراهی امنیتی با CIA رو قبول می دونست. ولی در واقع اینی که خیلی از نگاه های ایدئولوژیکی که به شاه هست رو ما بذاریم کنار و اینی که معتقدن که شاه در واقع در بس در اختیار امریکا بوده، در بعضی جاها هم شاه از دخالت و مداخله امریکایی‌ها در داخل کشور آسی بود و سعی بر این میکرد که حفظ استقلال شخصیتی و هویتی ایرانیا محفوظ بشه. و فراموش نکنیم که سازمان امنیت ایران در قبل از انقلاب و بعد از انقلاب همواره با این نوع تهدیدهای امنیتی روبرو بوده. در اون ایام با مثلا شوروی که گروه‌های مسلحی رو هم در داخل کشور در واقع تامین می‌کرد، از اون طرف گروه‌هایی رو هم سعی داشت در خارج از کشور تعلیم بده و سازمان‌های سیاسی که خارج از کشور بود رو سعی می‌کرد در اونها نفوذ بکنه و حتی چه بسا بسیاری از این سازمان‌ها هم تحت عنوان دانشجویی مثلا بازیچه دست اطلاعات امنیتی کاگبه بودن. ولی CIA اونطوری که ما در نظر میگیریم که تصور بکنیم هر آنچه اناس و ذکور در ایران بود همه رو میشناخت، همچین چیزی نبود. در واقع تحلیل‌های نادرست درباره ایران هم داشت و مهمترینش که حتی به عنوان 10 اشتباه بزرگ تاریخی CIA از اون یاد میشه اینه که نتونسته درباره انقلاب ایران تحلیل درست به ادمنستریشن یا دولت امریکا ارائه بده. بنابراین چیزی که CIA میشه گفت شاه در واقع دوست نداشت که اونچنان از ایران هزینه بشه علیه همسایش. و فراموش هم نکنیم که شاه پیش بینی کرده بود که جنگ سرد به این منوال پیش نخواهد رفت و لزوما باید با همسایه شمالی ایران هم نوعی تعامل سیاسی رو در واقع داشته باشه. بله، به شوروی اشاره شد. آقای موسوی، شما یکی از مدیران ارشد اداره ضد جاسوسی بودید و در دولت موقت هم همونطور که گفتید به هر حال فعالیت داشتین. مشخصا در ماجرای دستگیری آقای محمد رضا سعادتی نقش داشتید. در بسیاری از روایات بعد از انقلاب، خصوصا در کتاب خاطرات عباس امیر انتظام، هم به دستگیری آقای سعادتی اشاره شده. از اهمیت ضد جاسوسی در دولت موقت برای ما بگید مشخصا. البته مطلب اول من پایان نیافته، اجازه بدید که بعد به اون مسئله اشاره کنم. ولی راجع به محمد رضا سعادتی اول صحبت میکنم، چون در مورد انحلال ساواک مطالبی هست که هنوز گفته نشده و این مطالب باید روشن بشه. مثلا چند ماه قبل از برنامه 22 بهمن، چون آقای دکتر علی امینی نخست وزیر اسبق زنده یاد، ایشون با اعلیحضرت با تلفن در تماس بودن، ولی تلفن آقای امینی رو ضد جاسوسی به مناسبتی از نظر ارتباطش با سولیوان و به اصطلاح افسران CIA در سفارت کنترل می‌کرد
و در یه روز میبینه که علازت تلفن میکنه به آقای امینی، منتها تمام اینا رو نوشته میاد و در اونجا از امینی میپرسه که در این شرایط و اوضاع هوار ما چه کاری بهتره که انجام بدیم. آقای دکتر امینی بدون این که معطل بشن پیشنهاد میکنن به علازت که بهتره که ما تمام تقصیرها رو بندازیم به گردن ساواک و کمبودها و ندادن اطلاعات درست به اعلیحضرت و این دستگاه رو منحل بکنیم، زیرا یه دستگاه منحل بشه بهتر از اینی که مملکت از بین بره. و همین دلیل پیشنهاد میکنم که اول فکر این باشیم که ساواک رو منحل کنیم و این برنامه میشه که از 5-6 ماه قبل از انقلاب در واقع ساواک فلج شد. یعنی اولا تمام زندانیان سیاسی رو به عنوان فضای باز سیاسی، برای اینکه اعلیحضرت میخواست دو قدم جلوتر از کارتر، چون اعلیحضرت کارتر مسئله حقوق بشر رو مطرح کرده بود، باشه، در واقع فکر میکرد، روی مردم حساب میکرد، روی پشتیبانی ملت حساب میکرد، فکر کرد که با این فضای باز سیاسی رو میتونه باز کنه، باز کرد و مطبوعات و دیگه زندانیان سیاسی همه آزاد شدن و در ضمن دستور دادن که دیگه کسانی که دستگیر میشن در شورش ها اینا رو تحویل بدید به دادگستری، به دادستانی ارتش ندید. برابر قوانین ساواک بایستی مقدمین سیاسی برن به دادستانی ارتش. بنابراین در دادستانی و در دادگستری هم اکثر افراد کسانی بودن یا چپی بودن یا سابقه سیاسی داشتن، به هر حال قاضی ها اینا رو آزاد میکردن. بنابراین شورش روز به روز وسیع تر شد. از یه طرف هم وقتی آقای شریف امامی اومد روی کار، نخست وزیر شد، دو تا مجلس رو در یه جا جمع کرد. بله، اینو اشاره کردیم. حالا مشخصا به دستگیری آقای سعادتی اشاره بکنم. بله، من می‌خواستم بگم که دلایل فروپاشی ساواک یعنی حالا در واقع انجام شده بود. دقیقاً. و چیزی نبود که ساواک مثلا امنیت رو برقرار کنه. امنیت و بدونید که ساواک در موقع بحرانی باید تقویت میشد و تضعیف شد و منحل شد. این یکی از اشتباهاتی بود که در اون موقع تصمیم گرفته شد. البته حال چگونه در دوره انحلال ساواک و فعالیت دولت موقت شما تونستید که سعادتی رو دستگیر کنید؟ بله، به این دلیل که من در اون وقتی که در کمیته سفارت آمریکا میرفتم روزا، زمنان یک رفقای ما خبر میدادن که کی دستگیر شده. یعنی همچنان اون سازوکار ادامه داشت، سازوکار اداره ضد جاسوسی. بله، ما ارتباط تلفنی رو داشتیم با هم دیگه. به من خبر میدادن که مثلا فلان کس دستگیر شده در فلان کمیته. من ماشاءالله قصاب که به اصطلاح رئیس کمیته بود میگفتم آقا بازم یکی از اعضای ضد جاسوسی دستگیر شد، چون به او گفته بودن که یه همچین برنامه‌ای هست، اون میرفت و اینا رو آزاد میکرد، یعنی از اونجا میگرفت. و یه کمکی به این ترتیب ما به بچه‌ها در این زمینه می‌کردیم. یه روز یکی از این بچه‌ها، آقای مقدم، با توجه به اینکه خود شخص آقای بازرگان مشخصاً گفته بود که جان من و جان ایشون، اون نتونست آزاد بشه و تیرباران شد. اون قبل از این ماجرای من بود. بل. یعنی ما روز دوم بعد از شورش بود. ولی خب بعدم اونجا تو زندان حساب کتاب وجود نداشت. آقای به اصطلاح قلقالی رفت و با وجودی که خودش هم گفته بود حکومت، من هم شنیدم این مطلب از پای تلویزیون. بله، آقای امیر انتظام هم اشاره کرده بود. بله، من خودم شنیدم اصلا با گوش خودم که ایشون گفتش که حکم آقای چیز رو در جیب داشتم، حکم ایشون هم در این گفتم تو اون تیمسار دانشورم دیده بود، نوشته شده بود که آقای سپهبد ناصر مقدم، شما از طرف امام برای هماهنگ کردن تمام دستگاه‌های اطلاعاتی مملکت تعیین شدید، برنامه‌تون رو آماده بکنید و ارائه بدید. یعنی این حکمی بود که بهشون داده بودم و این حد حکمم تیمسار دانشور دیده بود دست مقدم. بنابراین اون تموم شده بود اون مسئله. ولی بعدش دیگه ادامه داشت این مسئله و میدونید تمام کارکنان ساواک و حتی خانواده هاشون و فرزندانشون تحت فشار مردم به خاطر تبلیغات وسیعی که علیه ساواک شده بود قرار گرفته بودن و ما ناچار بودیم یه عملیاتی انجام بدیم که این مسئله رو از آقای خمینی بخوایم که تأمین بده به هم کادر ضد جاسوسی هم کارکنان ساواک. به همین دلیل یکی از دوستان من که رئیس بخش مثلا ضد جاسوسی در امر سفارت شوروی بود، تلفن کرد گفت مطلب مهمی دارم. اومد منو دید و گفتش که قرار هست که بین
البته سفارت شوروی و دستگاه اطلاعاتی KGB هم چون فکر میکردن ساواک منحل شده، حالا دیگه با تلفن از آشکارا صحبت میکردن. در زمان ساواک اصلا هیچ صحبتی در این زمینه ها نمیشد، ولی ایشون تلفن کرده بود با سعادتی قرار گذاشته بود، یعنی ولادیمیر فیسوک دبیر دوم سفارت شوروی و عضو شناخته شده KGB تلفن میکنه به محمد رضا سعادتی و قرار میذاره برای محلش، میگه ساعتش، میگه با هم همدیگر ببینن، چون قبلا هم ارتباط داشتن با هم دیگه. و این رو این آقای فراز که رئیس بخش بود به من گفت و من مطلب رو به وسیله رئیس کمیته مطرح کردم. ایشون منو برداشتن بردن پیش چند نفر دیگه مثل علی محمد بشارتی، آقای ناصر آلاتپوش و برادران، دو تا برادرای سباقیان که اینها به اصطلاح بعدها معلوم شد که اینا جزء مجاهدین اسلامی هستن. اونجا با اینا مطرح کردم، اینا هم تایید کردن، گفتم بیا برو بگیر، گفتم نه نمیشه، بنابراین باید شما از دولت برای به اصطلاح اجازه بگیرید این کارو بکنید، چون روابط دو تا کشور مطرحه. و رفتن با اینا صحبت کردن با آقای بازرگان. آقای بازرگان دستور داد که کادر ضد جاسوسی، کسانی که لازمه، بیان این کار رو انجام بدن، بازجویی رو انجام بدن، نتیجه رو به ما بگن. بنابراین اجازه رو اونا رفتن گرفتن و بعد هم من با سرپرست این کار شدم و این دستگیری رو انجام دادیم. البته داستانش مفصله چه اتفاقات افتاد، ولی دستگیر کردیم. در بازجویی که از ایشون به عمل اومد، در بازجویی یه یادداشتی از جیب این آقای سعادتی به دست اومد که همه چیز روشن بود دیگه، نمی‌تونست منکر بشه. و در اونجا خواسته بود که به اصطلاح ضمن دادن پرونده مقرری به اونها، به از اینها اسلحه بگیرند برای تقویت نیروهای خودشون. سپاه بود مقرری؟ بله. نه نه نه، آقای محمد رضا سعادتی عرض می‌کنم. گفتید که اطلاعاتی داشته در رابطه با پرونده مقربی می‌خواسته به کاری در مورد سرلشکر مقدمی مقربی که مثلا گفتن که پیش ما داریم به شما میدیم، به روسا، و روسا هم خیلی علاقمند بودن که بدونن که چجوری راز دستگیری بودن. به هر حال این مسئله انجام گرفت و بعد هم از لیست اعضای CIA رو خواسته بودن که ترور کنن به نفع اتحاد شوروی، و همینطور بی سیم های مخصوص خواسته بودن که بتونن با تمام سازمان های خودشون در تهران و شهرستان ها در ارتباط باشن که دستگاه های ارتشی و دیگران نتونن کنترل بکنن. بنابراین این برنامه، من البته با این شرایط به اصطلاح دستگیر کردم، خواستم که آقای آیت الله خمینی در یه سخنرانی مردم رو به اصطلاح وادار بکنن که دیگه مزاحم کارمندای ساواک و خانواده ها به خصوص کارمندای ضد جاسوسی نشن، و تأمین گرفتم ازشون. و در واقع این تأمینم فردا در ساعت 2 بعد از ظهر در تلویزیون پخش شد. ایشون تأمینم داد به کارمندان ساواک و گفتن که دادگاه ها به کار اینا رسیدگی میکنن، دیگه مردم تعارض نکنن به اینا. حالا آقای قانیفت، ترورهای گروه های مسلح مذهبی یا به قولی رگه های شبکه مسلحانه روحانیت و از جمله چپ ها از کی آغاز شد و اساساً برای ما بگید شکلگیری شبکه مسلح روحانیت ریشه در چه زمانی داره؟ ببینید، در ایام رضا شاه اون اتفاقات انجام نمیشه، به خاطر اینکه رضا شاه با یک نوع اقتدار اجازه شکلگیری حرکت مسلحانه زیرزمینی رو نداد. از بعد از 1320 که تا 4 سال اول میشه گفت هرج و مرج در داخل کشور بوده و مثل به قول آقای کریس کوچرا سرزمین بلا صاحب بود، خیلی از این نهادها و سازمانها سعی بر این داشتن که در واقع حرکت مسلحانه رو آغاز بکنن. درباره مذهبیون کل داستان در کتاب دوست عزیز آقای رسول جعفریان گفته شده، نیازی به بازگویی در اینجا نیست، ولی یکی از اونها که حرکت رو شروع کرد در واقع همین فدایان اسلام هست، با ترورهایی که انجام داد در اون دهه. و حتی برخی از کتاب‌های تاریخ معاصر هم معتقدند که در واقع بازوی جبهه ملی هم بوده، منظورشون نوع رابطه یا همکاریه که با هم داشتن، مثلا در ترور رزمارا که اون رو در واقع حذف کردن و غیره. و در واقع همین نواب صفوی در مصاحبه‌ای که انجام داد بعدها که در روزنامه اطلاعات یک شنبه 25 آبان سال 31 هست، که وقتی که قاتل رزمارا
آزاد میشه و به دیدار نخست وزیر وقت میره، اون موقع در سال یک سال بعدش هست، در سال 32، در روز 3/6/32 که ایشون معتقد بزرگترین جنایت مصدق تقویت عمال شوروی در داخل ایران بوده. این نص صریح آقای نواب صفوی هست و این نکته ایه که ایشون در واقع میشه گفت سرآغاز ترورها رو فدایان اسلام شکل‌گیریشو انجام میدن و بعد از اون گروه های اسلامی دیگه مثل مؤتلفه، مثل ملل اسلامی و غیره، اونها هم هر کدوم به نحوی همون منوال رو انجام دادن. و فراموش نکنیم که به طور کلی میشه گفت که در دهه 40 بود که این نوع ترورها سازماندهی بیشتری رو به خودش میگیره و در دهه 1332 تا 1340 میشه گفت که اون شکلگیری گروه های چپی هنوز به اون بلوغش نرسیده که دست به این کارها بزنن، ولی از سال 1340 به بعد هست که ما موارد متعددی از عوامل ترور، خرابکاری، تخریب و غیره رو در ایران ما سراغ داریم که هر کدوم از اینها سعی بر این داشتن که گروه های مسلح خودشون رو داشته باشن، عملیات مسلحانه رو هم ترویج میدادن. حالا آقای موسوی، بعد از انقلاب 57 شاهد برخی ترورها و مرگهای مشکوک میون روحانیون بودیم. در ابتدا درباره ماجرای مشکوک مرگ آیت الله طالقانی برای ما بگید و آیا اون روایت کتاب کاگبه رو میشه اصولا فکر کرد و تایید کرد راجبش؟ بله، عرض بزرگتون که اولا آیت الله طالقانی اولین رئیس شورای انقلاب بود که کسی بعد تا قبل از فوت ایشون نمی‌دونستی مطلب رو، پنهانی بود. و آیت الله پسرای من زمانی که در سفارت آمریکا به اصطلاح می‌رفتم کمیته می‌اومدم، اونجا یه روزی رئیس کمیته به من گفتش که ما فکر می‌کردیم که شاه آمریکاییه، ولی ببینید که آقای طالقانی هر هفته دو مرتبه پسراشو میفرسته اینجا و اینا میرن یکی دو ساعت میشینن با سفیر آمریکا و دستورات میگیرن و میرن به شورای انقلاب. توجه کردید؟ یعنی سولیوان هنوز تو ایران بود. و از یه طرف هم در موقعی که اتفاق افتاد و آیت الله طالقانی گفتن فوت کرده، از کارکنان ضد جاسوسی که در موقع کار میکردن با دولت موقت اینا مطلب رو به من گفتن که آیت الله طالقانی ماه رمضان بود، بعد از افطار قرار گشته بود با سفیر شوروی. سفیر شوروی وقتی رفت پیش ایشون چای آوردن و دو تا چای اینا خورده بودن، هم چای سفیر خورده بود هم آیت الله طالقانی، ایشون بعد از افطار بود. بعد که سفیر تموم میشه مذاکراتش، نیم ساعت اونجا بوده، میاد بیرون، در اتومبیلی که میشینه حالش به هم میخوره. سفیر رو به بیمارستان میرسونن و بیمارستان شوروی که در اون موقع برقرار بود اینو نجات میدن به خاطر اینکه مسموم شده بود. آیت الله طالقانی هم با ایشون مسموم شده بود و معلوم بود که در این ماجرا کسانی دست داشتن که آیت الله طالقانی رو از سر راه بردارن. آیت الله طالقانی و چند آیت الله دیگر اینها همه به قول معروف در مقابل حتما دوست دارید به ترور به آقای مطهری و بهشی هم اشاره کنید؟ من بخواهم بگم که آیت الله طالقانی، آیت الله مفتح، آیت الله مطهری، آیت الله شریعت مداری، آیت الله منتظری و سرلشکر ولی قرنی، اینا همه در مقابل آیت الله خمینی در واقع شاخ بودن و بایستی به یه نحوی حذف بشن. در اون زمان در دفتر آیت الله خمینی چند نفری گردانندگی این کارها رو به عهده گرفتن، از جمله کسانی که اونجا مثلا خود پسر آیت الله خمینی احمد خمینی بود و بهزاد نبوی که در اون موقع شد وزیر در دولت وزیر صنایع، علی اصغر بوندار صاحبی که مدیر کل صادرات واردات شد و الان هم یکی از میلیاردرهای ایرانه، موسوی اردبیلی، علی خامنه ای، هاشمی رفسنجانی و اینها همه در واقع در تیمی بودن که برای حذف رقبای خود آیت الله طالقانی تلاش میکرد. بله، البته این ادعا رو صدای آمریکا مشخصا نمیتونه تایید بکنه، اما به هر حال نه، من یه افسر اطلاعاتی تحقیق کردم، میدونم من بی مطالعه حرف نمیزنم. بله، نه، به عنوان یک رسانه بی‌طرف ما داریم اعلام میکنیم. آقای قانیفت، ترور گروه‌های پس از انقلاب برای ما بگید که از چه زمانی شروع شد و چه بخشی از این ترورها احتمالاً با زمین‌نشینی کشورهای خارجی میتونه صورت بگیره؟
ببینید ایران همیشه در واقع آماج حملات تروریستی بوده، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب. در قبل از انقلاب در واقع شوروی سعی بر این داشت که بنیان امنیتی ایران اصلا پاشیده بشه و برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس هم همین تلاش رو داشتن و کشورهای حوزه عربی، و بعد از انقلاب بیشتر شد. بعد از انقلاب ایران در واقع دامنگیر این مسائل شد که در حلقه آتش قرار بگیره، و در جنگ ایران و عراق هم ما بسیاری از این داستان‌ها رو داشتیم. مثلا در منطقه مرزی در سال 58 برخی از گروه‌های سیاسی و سازمان‌های سیاسی کردی در واقع با حزب بعث همکاری داشتن و اینها تلاششون در واقع شیرازه امنیت مملکت رو از هم پاشیدن بود. بعد مجاهدین خلق هست که در دوران جنگ ایران و عراق در اختیار حزب بعث بود و در واقع هر آنچه که علیه سربازان ایرانی باید انجام میشد رو سعی کردن از نظر امنیتی اطلاعاتی انجام بدن. نمونه کوچیکش فروغ جاویدان هست که مردم دربارش بلد هستن، و شادروان در واقع اسمشون الان تو ذهنم رفت، ایشون صیاد شیرازی سعی کرد که در واقع اون رو کنترل بکنه و سربازان ایرانی. و بعد از اون هم ما در دهه 70 هم باز این مسائل رو داریم که در 5 حوزه کردستان، آذربایجان، سیستان و اهواز همواره این گروه‌های قومی به نام تحریک‌های سازمان‌های جاسوسی اطلاعاتی امنیتی کشورهای خارجی سعی بر این داشتن که در داخل امنیت کشور مداخله و نفوذ بکنن. روایت‌های امنیتی با روایت‌های تاریخی فرق داره. در روایت‌های تاریخی ممکنه که راجع به مرگ یک انسانی 5 روایت مختلف باشه. در روایت‌های امنیتی دیگه دعوا سر بقا هست که کشوری سعی می‌کنه شیرازه کشور دیگه اصلا پاشیده بشه. مثلا در دوران قبل از انقلاب یک کنفرانسی برگزار میشه، انجمن اسلامی در سال 56 مثلا با پول لیبی انجام میشه و مثلا 600 نفر در اونجا کنفرانسی رو انجام میدن. به طور مشابه همون رو ما مثلا در دهه 80 داریم که مثلا عربستان یا اسرائیل سعی میکنه این کارها رو برای ترویج مثلا تجدید طلبی در ایران این کار رو انجام بده. این نکته ها به دور از نوع حکومت در ایران، بلکه از دید مصالح و منافع ایران و توجه به امنیت ایران، حالا در واقع آیا این همسو با منافع و صالح دولت و حکومت و قدرت مسلط زمانه هست یا نیست، اون یه بحث دیگه است. ولی در واقع از دید مصالح و منافع ملی اگر ما نگاه بکنیم، هر کدوم از اینها تلاششون برای به هم ریختن شیرازه مملکت هست، و متاسفانه بسیاری از سازمان‌ها و گروه‌ها هم تلاششون در این بوده که بازیچه دست خارجی باشن و براشون در واقع اون عرق ملی مهم نبوده. اون چیزی رو که من مثال زدم، مثلا لیست بلندبالایی از عملیات ضد منافع ملی بسیاری از این سازمان‌ها هست که من در کتاب تروریسم علیه ایران اون رو گفتم، نیازی به گفتن در اینجا نیست. ولی در واقع اون چیزی که هست در ایران هنوز هم این بازی امنیتی هست، و در واقع سعی کردن که اون شبکه‌های تروری که در خاورمیانه فعال هستن نتونن به داخل ایران تا این لحظه نفوذ بکنن. حالا آقای موسوی، با شروع جنگ ایران و عراق شما ماموریتی رو گویا به خارج از کشور داشتید، با توجه به اینکه شما رئیس نمایندگی ساواک در عراق و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بودید، از اون ماموریت برای ما بگید با شروع جنگ ایران. بله، من بعد از ماجرای دستگیری سعادتی در واقع که با اجازه دولت موقت انجام گرفته بود، در واقع جان من و دوست من آقای جهانگیری که هر دو در این زمینه با هم همکاری کرده بودیم به خطر افتاد، چون در روزنامه های به اصطلاح مجاهدین و سایر روزنامه‌های چپی هم در این زمینه اشاره شده بود و من وابسته کرده بودن به آمریکایی‌ها و CIA، و همه جا دنبال من بودن که به یه نحوی برنادر گیر بیارن و ترور بکنن. و حتی شوروی‌ها، چون من سال‌ها با اونها مبارزه کرده بودم، و همین دلیل من پنهان شده بودم. یعنی دولت با من کار نداشت، حتی انقلابیون با من کار نداشتن، ولی حالا مجاهدین و شوروی ها دنبالم بودن. یه روزی از دوستان ما که افسر بودن، و افسرها میدونید که بعد از انحلال ساواک 22 بهمن تمام افسرها برگشتن به ارتش یا شهربانی، هر کجا که اومده بودن مأمور شده بودن به ساواک، رفتن سر کار خودشون. از اونجا تماس گرفتن و به من گفتن که ما باید شما رو ببینیم. و در اون زمان رئیس اطلاعات اومد منزل من و با من نشست، گفتش که
سفارت وزیر خارجه امارات عربی رفته و در سازمان ملل ادعا کرده که دو جزیره تومبها و ابو موسا متعلق به اونها بوده و ایران در زمان شاه به زور اینا رو گرفته و همین بهانه رو صدام حسین یکی از بهانه های حمله به ایران قرار داده و گفته جزایر عربی رو ایران تصرف کرده و من قصدم اینه که اون جزایرم نجات بدم. بنابراین شما میتونید در این زمینه که سالها در امارات بودید و در هنگام استقلال اونجا وظیفه داشتید انجام بدید. گفتم کاملا من با نخست وزیر امارات و به اصطلاح در واقع امیر حاکم دبی من دوستی دارم، چون ایشون هر هفته یک بار با من در ملاقات بودن زمانی که من رئیس نمایندگی و تمام مسائل منطقه رو با هم مشورت می‌کردیم، چون امنیت منطقه بعد از خروج انگلیس افتاده بود دست ایران و من تنها کسی بودم که انتخاب شدم برم در اونجا برای اینکه از نفوذ شوروی و چین و کشورهایی که با شوروی بودن مثل مصر و عراق و سوریه و لیبی و فلسطینیا و یمن می‌خواستن جای خالی انگلیس‌ها رو پر بکنن. بنابراین بنده رفتم برای جلوگیری از این کار، همکاری با تمام شیوخ اون منطقه. به همین دلیل گفتم من میتونم این کار رو انجام بدم. بعد من رو ملاقاتی دادن با تیمسار فلاحی که مثلا در اون موقع رئیس ستاد ارتش بود و در جنگ بود با عراق و از من گفتش که شما نکنه راهی پیدا کردی برای فرار کردن. گفتم نه، من جون من و یا خون من مثل سربازی که میره در جنگ کشته میشه، من هم این کار ازم برمیاد، من که نمیتونم در جبهه شرکت کنم ولی حداقل این کار برای مملکتم انجام بدم. به همین دلیل بنابراین من مقدمات فراهم شد، داستانش مفصل طول کشید، سفر رفتم اونجا و لحظه دیدار بگیم برای و اولین هواپیما هم که بعد از جنگ از ایران خارج شد، هواپیمای ملی، در واقع اون با اون هواپیما معلمین رو میبردن به منطقه، من رفتم به معلمین ایرانی تو مدارس ایرانی ترس تدریس، من رفتم در اونجا در امارات و کشور و سایر شهرهای بحرین همه جا. بنابراین من رفتم اونجا و فردای اون روز ترتیب دادم سریع نخست وزیر بفهمه که من اومدم و ملاقات گرفتم و رفتم دیدن آقای شیخ راشد حاکم دبی. ایشون بهشون گفتم، گفت شما چطور شد زنده موندید؟ چون ما دیدیم که خیلی ها رو کشتن. گفتم خب مثل اینکه شانس شما بود، برای اینکه من در ارتش بودم، به من گفتن که شما یه همچین کار کردید، وزیر خارجه رفته ادعا کرده، عراق هم همین ادعا کرده، بنابراین شما وارد جنگ شدی با ایران. بنابراین می‌خواستم ببینم آیا واقعا همچین چیزی هست که ما تکلیفمون روشن بشه. ایشون خیلی ناراحت شد از این مسئله، حتی رنگ روش هم کمی تغییر کرد و دست منو گرفت و گفتش که موسوی همین الان برو و به نخست وزیر و رئیس جمهور از طرف من تلگراف بزن که ما دیگه اسمی از جزایر نمیاریم و ضمناً همین امروز من وزیر خارجه‌مو عوض می‌کنم، چون او رفته این کارو کرده، من خبر نداشتم. البته بهانه بود ولی خب این کار انجام گرفت، یعنی در یک روز قضیه جزایر تا 10 سال هم اسمی از جزایر نبود که اینا حالا ادعا می‌کنن باز مال ماست. و بنابراین این اقدام رو من در اینجا انجام دادم و در رابطه با جنگ ایران عراق احتمالاً در عربستان هم شما گویا ماموریت داشتید. بعد از چند روز که گذشت به من تلگراف بیسیم زدن، چون البته اینا همش با رمز بود، اومد پیش بنده و به من گفتن که شما برید فرودگاه فلان روز آقای، یعنی جمعه ها پروازش، چون همه مامورین دولت حتی میمدن از اونجا میرفتن و رفتن فرودگاه. در فرودگاه آقای شمس اردکانی سفیر ما در کویت میاد و یک ماموریتی هستش که شفاهی به شما خواهد گفت. من رفتم اونجا، ایشون ملاقات کردیم، به من گفتش که قرار هست که مثلا در طائف عربستان کنفرانس اسلامی تشکیل بشه، قرار من و شما هم همراه هیئتی که از ایران بیاد بریم اونجا، ولی وظیفه شما این هستش که مسیر برگشت هواپیمای صدام حسین رو از عربستان به عراق گیر بیارید که ارتش روی آسمان
این صدام حسین را منهدم بکنن و دلیلش این بود که به این ترتیب جنگ ایران عراق پایان پیدا کنه. دلیلش این بود که ارتش میدونست که یا بایستی خمینی کشته بشه یا بمیره یا صدام، یکی از این دو تا، چون دو تا بین این دو تا بود جنگ در واقع، از بین برن که جنگ تموم بشه. حال در رابطه با وقایع عربستان گفته میشه که شما در سال 1365 در دوره نخست وزیری گویا به اطلاعاتی دست یافتید که ایران قصد فتح مکه رو داره. بله. خیلی کوتاه توضیح بدید. بله، من اتفاقا مدارکی دارم اینجا آوردم خدمت شما. میدونید که وقت بعد از اون مسئله انفجار عربستان سعودی در سال 86 1986 تصمیم میگیرن که به اصطلاح گروهی از پاسدارا به عنوان حاجی برن به مکه و قبلا هم وسیله فراهم میکنن، با چند تا کشور هم همراه میکنن که بتونن مکه رو تصرف بکنن و بگن که این صورت جلسه رو شما دارین. صورت جلسه رو اینجا مال نخست وزیر. چند نفری که احتمالاً در این جلسه حضور داشتن؟ کسایی که در جلسه حاضر میشدن که به اصطلاح در این زمینه تصمیم بگیرن، نخست وزیر آقای موسوی بود و حجت الاسلام محمدی ری شهری وزیر اطلاعات، دکتر ولایتی وزیر امور خارجه، آقای محسن رفیق دوست وزیر سپاه پاسداران، حجت الاسلام خاتمی وزیر ارشاد و برادر محسن رضایی فرمانده کل پاسداران. یعنی اینها گفته میشه که این طرحی بوده که آقای محسن رضایی ارائه کردن و گفته میشه این طرح، بله اول جلسه هم گفته شده که آقای رضایی همچین طرحی پیشنهاد داده که بدین وسیله در واقع اداره مکه بیفته دست کشورهای همه مسلمان. و شما چه کار کردین بعد از اینکه این اطلاعات دریافت کردین؟ من اطلاعات رو در اختیار مقامات آمریکایی گذاشتم اینجا و در و عربستان سعودی هر دو و بهشون تفهیم کردم، به خصوص چون در اون زمان خیلی موقعیت حساس بود و اتحاد شوروی ناچار میشد که از طریق ایران به خلیج آبهای خلیج فارس دست پیدا بکنه. قبل از فروپاشیش بود، خیلی اوضاعش خراب بود و من این خطر رو احساس میکردم، مجبور بودم که به نحوی آمریکایی‌ها رو وادار بکنم برن به اون منطقه جلوی روسا رو بگیرن. به همین بهانه و بهشون هم پیشنهاد دادم شما با این بهانه بت وارد خلیج فارس بشید. رفتن به خلیج فارس با دو تا کشتی جنگی وارد خلیج فارس شدن برای اینکه این حادثه رو جلوش بگیرن و با دولت عربستان همکاری بکنن. و آقای قانیفاد به پایان برنامه نزدیک میشیم، و آیا هنوز همون سیاست ضد جاسوسی در قضایای امنیتی فکر میکنید باقی هست؟ و اینکه به اساسا سوال برنامه رو با شما مطرح بکنیم که آیا لزومی هست به وجود سازمان ضد جاسوسی در یک کشور برای تامین امنیت؟ مسلماً، و عرض کنم که این روایت ها هر کدوم از این اشخاص، چه فرمانده های نظامی چه امنیتی، بسیاریشون هم خاطراتشون در ایران یا خارج از ایران منتشر شده و تمام این روایت ها رو باید با هم تطبیق کرد و در واقع نقاط اشتراک و افتراق زیادی رو هم در اونجا میشه پیدا کرد. ولی به هر حال ایران از ضد جاسوسی زمان شاه درس گرفته، ولی ممکنه هدفها تغییر کرده باشه. اگر مثلا رفع تهدید امنیتی، رفع تروریسم، کنترل مرزها و در واقع کنترل گروه‌های تجزیه طلب، گروه‌های تروریستی اگر در اون ایام بوده، الان هم هست و از دید منافع و مصالح امنیتی هم اگر ما نگاه بکنیم، ایران رو در نظر داشته باشیم، در واقع این کشور هم ملزم بر این هست که بتونه در حلقه آتشی که در خاورمیانه هست، با وجود بیش از 18 گروه تروریستی که هر کدوم از اونها توسط برخی از کشورهای منطقه حمایت میشن، ایران بتونه جان مردم خودش رو حفظ بکنه و تمامیت ارضی کشور و استقلال کشور رو هم در نظر داشته باشه و اون رو بگیره. در پاسخ به سوال برنامه شما هم میشه گفت بسیاری از این انسان‌ها، چه در دوران قبل از انقلاب چه در دوران بعد از انقلاب، برای ما روایت‌هاشون و گفتارهاشون حاوی یک پیام هست و اون هم اینه که بازیچه دست سازمان‌های امنیتی خارجی شدن هیچ کمکی رو به ساختار کشور نمی‌کنه و خیانت مسلم هست. وقتی من با یک کشور خارجی همراهی بکنم برای از بین بردن تأسیسات داخل کشور، جاسوسی بکنم برای از بین بردن افراد شاخص کشور خودم، اسم این خدمت به مردم نیست. وقتی مردم هزینه بدن، مردم در واقع تحت تأثیر حرکت‌های مسلحانه برخی از گروه‌ها قرار بگیرن صرفاً به خاطر تحریک خارجی، آیا اسم این میهن پرستی است یا اسم این خیانت به وطن است؟ در بسیاری از کشورها در واقع نیروهای امنیتی که
که کارشون ضد جاسوسی هست و رفع تهدیدها و حفظ تمامیت ارضی کشور قابل احترام و حرمت هستند. چه بسیار انسانهایی که در دوران شاه، در دوران پس از شاه، در دوران جنگ ایران و عراق هم کارشون حفظ تمامیت ارضی ایران و پایندگی ایران بوده و بنابراین این کار میهن پرستی است و باید برای اون احترام قائل بود، حالا در هر حکومتی که هست. ممنونم. به پایان افق امشب رسیدیم. با سپاس از آقایان مرتضی موسوی و عرفان قانی‌فرد، بعد به امشب افق در این دسته به پایان میبریم. ممنون از شما که در این برنامه شرکت داشتید. تشکر میکنم، ولی رازهای زیادی هست که باید گفته بشه. حتما در برنامه‌های دیگر هم آماده است. خیلی لطف کردید.